در واقع هدف رو میتونستم این شکلی دنبال بکنم. توی این ارائه قراره که من خب اهداف رو تو حالا جلوتر میگم که چه هدفهایی رو دنبال میکنم، جایگاه بحث رو یه مقدار صحبت میکنم و چیزایی که توی این چند دقیقه راجبش صحبت خواهم کرد در مورد کیهان هست. موس من چه موس هم ندارم، بذارید چجوری میشه که ما موس شما رو میبینیم ها. بذارین الان موس منو میبینین؟ بله الان موس هست. آره چون خودم موس رو نمیبینم. خب بچ چجوری میشه که موس رو هم آی زوم نکن این چیز رو چیز فول اسکرین آفر همینجوری با این زوم کن. اینجوری خوبه ها؟ آره این آقای محمد حسین جلالی هستش؟ فکر کنم نیستن هنوز. نه این ساید بار اینوری رو ببند بالا بالا رو فرمت کلیک کن رو فرمت. کنم الان خوبه ها؟ بله بله خب داشتم میگفتم من خیلی وقت نمیگیرم که حوصله‌تون سر بره، سعی میکنم یه مقدار طوری بحث طوری جلو بره که یه مقدار حالا خوشایندتر باشه، خسته کننده نباشه. در مورد کیهان میخوام صحبت کنم، ساختارهای کیهانی، ناپایداری های گرانشی، تحول کیهانی که حالا رژیم خطی و رژیم غیر خطی تقسیم میشه. حالا من اینجا احتمالا دنبال غیر خطی ضعیف هم نمیدونم امروز بهش برسم، شاید همینا رو این مقدماتی که دارم میگم به اندازه کافی وقت بگیره. و برآوردگرهای کیهانی یا همون ترجمه استیمیتورها، و دوست دارم حتما وسط بحث هر جا که فکر میکنید که نیازه وارد بحث بشید و سوال بپرسید. و نکته دیگه این که تصاویر رو حتما بهش دقت بکنید. بیشتر تمام تصاویر رو درست کردم برای خب چون تو تزم میخواستم استفاده بکنم. خیلی خوشحال میشم که انتقاد بکنید دیگه جایی اگر مشکل داره یا فکر میکنید که میتونه بهتر بشه حتما بهم بگین. و برای بچه های سیستم پیچیده هم سعی کردم طوری بگم که اونها هم به دردشون بخوره، چون قاعدتا توی سیستم های پیچیده یه سری شاید بتونن ایده بگیرن یا حالا اگر هم چیزی شنیده باشن اینجا شاید یه سری واضح تر بشه براشون. بچه یه یاداوری احتمالا برای خیلیاتون خواهد بود یه سری از این بحث ها. و اگر کسی جدید باشه یا تازه داره تو ارشد کیهان‌شناسی رو شروع کرده میتونه یه پیش درآمد خوب باشه براش بعضی از نکاتی که مطرح میکنم. و در مورد جایگاه بحثم باید بگم که خب حالا توی دوره های ارشد و دکترا بچه هایی که کیهان‌شناسی میخونن خب بخش قابل توجه از کیهان‌شناسی مربوط میشه به حالا نتایج پلانک مثلا سی ام بی بعد بی ای او نمیدونم چیزایی که احتمالا میتونیم الان دیگه بگیم که مربوط به کیهان‌شناسی در واقع قدیم میشه و الان ما در واقع ذره ذره به کم 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 داریم به مشاهدات و آزمایش هایی نزدیک میشیم که با دقت بالا میتونن کیهان‌شناسی رو برای ما عرضه بکنن. و در نتیجه خب شاید سال هاست یا شاید در واقع سال 2000 به اینور حتی فکر کردن راجع به فیزیک دقت بالای کیهان‌شناسی مهم شده. و منم خب اینجا دارم یه خورده راجع به این در واقع دقت بالا میخوام یه خورده صحبت بکنم دیگه. ترجمهش میشه همون غیر خطی ضعیف یا غیر خطی. و حالا جلوتر یه خورده این موضوع باز میشه دیگه که به چه معنی اینها. اول از همه کیهان رو باید تعریف بکنم. تعریف کیهان خب فکر میکنم یه چراغ قوه و یه ساعت مچی کافی باشه برای اینکه ما بتونیم کیهان رو تعریف بکنیم.
و ایده داستان اینه که در واقع نور جلو میره با زمان، با گذشت زمان، و ما فضای بیشتری رو اطراف خودمون میتونیم ببینیم و به یک معنی افق اطراف ما شروع میکنه به گسترش پیدا کردن هرچه که زمان میگذره. و شاید در اوایلی که در واقع شروع میشه کیهان، ما کیهان ما خیلی کوچیکه چون تازه شروع شده و هر چقدر که زمان گذشته، چند ده میلیارد سال یا 13 میلیارد سال گذشته از کیهان، و خب کیهان نور خیلی حرکت کرده توی این زمان و طی مسیر کرده و شعاعی بزرگی از کیهان الان در واقع برای ما تعریف میشه. و یه جور ایده در واقع نقطه شروع زمانی برای کیهان اینجا مطرحه دیگه، و در نتیجه از نظر مکانی ما نقطه شروعی نداریم. میتونه مکانی، از نظر مکانی کیهان بی نهایت باشه و این مهم نیست برای ما. اون چیزی که مهمه، اتفاقی افتاد، اسکایپ کجاش؟ نه شما ادامه بدید. اون چیزی که مهمه، اینم الان اومد اینجا، در واقع شروع زمانی ما داریم که اینها. خب البته خود همین هم یه سری مشکلات ایجاد میکنه، مثل مسئله مثلا تختی یا افق، که وقتی شروع زمانی داریم این مشکلات رو با مشاهدات میبینیم که در واقع بر ما پیش میاد. و برای اینکه اون شروع زمانی حل بشه، خب مسئله اینفلیشن میاد وسط که یه جورایی اون مشکلات رو حل بکنه. به هر حال کیهان ما با یه چراغ قوه و یه ساعت موچی تعریف میشه و این نور طی مسیر میکنه، اطراف رو روشن میکنه با گذشت زمان. حالا چرا صحبت از در واقع چراغ قوه و ساعت موچی، و در واقع چرا من ساعت موچی رو بهش تاکید دارم؟ دلیلش اینه که هر چقدر که در واقع نور سرعتش محدوده، و چون سرعت نور محدوده نیاز داره که زمان بگذره تا طی مسیر بکنه، و ما هم در نتیجه محدود میشیم به سرعت نور برای اینکه کیهان رو ببینیم. و اینجا تو این تصویر من میخواستم چند تا چیز مهم رو که فکر میکردم خیلی اهمیت داره و پایه‌ای مطرح بکنم. یکی این که این محور اگر نگاه بکنید محور زمان هست و این محور محور فاصله است، یعنی این که با گذشت زمان ما تونستیم فواصل دورتر رو ببینیم. و ولی خب یه اتفاقی میفته دیگه، اونم اینه که فقط بخشی از فواصل دورتر رو میتونیم ببینیم. اگر این بیزیا رو نگاه بکنید، در واقع ما یه نوار باریکی از اون فاصله رو فقط میتونیم ببینیم. اگر فرض بکنیم جهان ما در مثلا 10 میلیون سال قبل اینجا قرار گرفته باشه از نظر زمانی، ما فقط یک نوار باریک از اون جهان رو میتونیم ببینیم، و اون نوار باریک نواریه که در واقع نورش به ما میرسه. و همینطور دیگه قبلتر، اگر 100 میلیون سال قبل رو در فواصل دورتر باز بخوایم نگاه بکنیم، باز ما محدود به یک بخش خاصی از اون جهان، در واقع جهانمون هستیم. و ما خوشبختانه تصویری از در واقع ابتدای عمر عالم هم داریم، همه احتمالاً شنیدید بارها تابش زمینه کیهان رو، و اون رو هم باز ما یک مقطع خیلی محدود رو از اون دنیا رو ما میتونیم ببینیم. و در واقع اون مقطع محدود رو من اینجوری اگر بخوایم ریاضیش رو نگاه بکنیم، نور در واقع مسیری که نور طی میکنه دی اسش صفره، و اینجا یه معادله به ما میتونه در واقع از این صفر گذاشتن دی اس میتونه به یه معادله به ما بده که اون معادله فواصل رو میتونیم از توش در بیاریم، یعنی فاصله‌ای که نور تو هر زمان طی کرده. و اینجا اگر زمان رو حالا با ای نشون بدیم، فاصله یه انتگرالی میشه از دی ال ان ای تقسیم بر ای اچ. این ای اچ مهمه و یه جورایی در واقع بهش میگن افق هابل، و یعنی این که اون فاصله ایه که یا اون شعاعیه که در واقع کیهان ما باش تعریف میشه تو هر لحظه، از تو هر مقیاس از ای. و
در نتیجه این AH البته اگر سرعت نورم بعد بهش اضافه بشه تا بعدش درست بشه، بشه بعد مکان، یعنی بعد فاصله بشه، و به این معنی ما میتونیم شعاع کیهان رو اینجوری در واقع برای هر لحظه برای خودمون تعریف بکنیم و بگیم که نور از در واقع از چه فاصله‌ای به ما رسیده، توی از چه گذشته‌ای به ما رسیده. و یه لحظه ببخشید، این ثابت هابل که میگه عملا چه ثابت نیستش دیگه، الان گفتی وابسته به چی میشه دقیقا؟ وابسته به زمان میشه دیگه، اینجا دیگه ثابت نیست، این در واقع خود هابله، پارامتر هابله در واقع دیگه، وابسته به زمان میشه اینجا، ثابت هابل نیست. واقع اتفاقی که میفته اینه که اینجا یه A من دارم که حالا بهش میگیم مقیاس، یه مقیاسی از زمانه، و وقتی که من مساوی صفر قرار میدم این دیتی میاد اینور، یه A میاد تو مخرج دیتی میشینه. حالا یه سری در واقع یه تغییر پارامتری که من بیام مثلا نسبت به دیتی انتگرال بگیرم یا نسبت به دی A انتگرال بگیرم دیگه فرقی نداره، چون A هم تابعی از تیه. حالا من اگر نسبت به A انتگرال بگیرم، اون وقت اینجا مشتق A نسبت به A ظاهر میشه که اسمشو میذارم H. آها. آره، این در واقع H همون مشتق A نسبت به خود A. و این ترکیب، و چون این مشتق A به A خیلی جاهای هی ظاهر میشه، ما براش یه اسم انتخاب میکنیم به نام هابل. و این ضرب A در واقع ترکیب A ضرب در H رو هم چون توی این انتگرال ظاهر میشه، میتونیم مقیاسی از افق بهش بدیم دیگه، بگیم اون طولیه که در واقع با گذشت زمان نور طی کرده، از در واقع از یک ابتدایی، از یک اینیشیال کاندیشن، یک زمان ابتدایی. آها. و تا زمان، حالا هر زمانی که دیگه بعدش مدلمون بخواد براش در واقع همین کنیم. این A2 میتونه اکنون باشه و A1 میتونه مثلا زمان آغاز جهان که زمان صفر مثلا میتونیم در نظر بگیریم باشه. وقت این دلتا در واقع کای میتونه شعاع عالم رو به ما بده، شعاع عالمی که ما میبینیم رو به ما بده. آره، نکتهش اینه که در واقع ما تو هر، ما که اینجا قرار گرفتیم عالم اطراف خودمون رو که نگاه میکنیم، هی میتونیم حواسل دورتر رو طبیعتا هم ببینیم دیگه. حالا میتونیم خورشید رو ببینیم، میتونیم مثلا دورتر ستاره‌های اطراف رو ببینیم، میتونیم کهکشان‌های اطراف رو ببینیم، میتونیم مجموعه از کهکشان‌ها که خوشه‌های کهکشانی هستن که حالا در فواصل دورتر و بزرگتر قرار گرفتن ببینیم. ولی این چیزهایی که داریم میبینیم هر کدوم یه سطح مقطعی هستن از جهان در اون زمان. یعنی چی؟ یعنی اینکه همونطور که ما خورشید رو نگاه میکنیم به 8 دقیقه قبلش داریم نگاه میکنیم، ما اگر مثلا به یک کهکشانی که در فاصله 10 میلیون سال قبل از ما، 10 میلیون سال نوری از ما قرار گرفته، داریم در واقع به یه مقطعی از جهان نگاه میکنیم که در 10 میلیون سال قبل بوده و خب اون کهکشان رو داریم نگاه میکنیم. یه جورایی میتونه این شکلی باشه که ما در واقع تیکه تیکه های جهان رو میبینیم ولی در زمانهای مختلفش، و کل جهان رو خب طبیعتاً در یک زمان هیچ وقت نمیتونیم ببینیم دیگه، به هر حال محدودیم به این زمان و مکان خودمون در نتیجه، ولی میتونیم جاهای مختلف جهان رو در زمانهای مختلف ببینیم. این اون در واقع این تصویر میخواد این ایده رو بده که ما میتونیم کل جهان رو ببینیم اما در زمانهای مختلفش. و یک جایی ساختارهای کیهانی هم این شکلی تعریف میشن دیگه، یعنی ما ساختارهای کیهانی رو هم این شکلی میتونیم ببینیم، مثل اینجا من خب کهکشان رو کشیدم یا مجموعه از کهکشان ها که در کنار هم خوشه کهکشانی رو نشون میدن، و خود تابش زمینه کیهان که امواج رادیوییه دیگه. داستان هم باز اینه که ما هر چیز رو تقریبا با موج الکترومغناطیس میبینیم، حالا میتونیم اینو تو طول موج‌های مختلف تنظیم بکنیم و ساختارهای کیهانی این شکلی برای ما تعریف میشن. و نکته نهایی راجع به ساختارهای کیهانی اینه که خیلی ما دنبال یه مجموعه، در واقع یه تک سیستم نیستیم، مثلا نمیایم به یه ستاره حالا بگیم یه ساختار کیهانی، ولی خب مجموعه این ستاره ها که میتونن کهکشان باشن میتونه برای ما
یه ساختار حالا کم کم یه ساختار کیهانی باشه، مجموعه این کهکشان ها میتونن ساختار کیهانی باشن به این عنوان یه خوشه کهکشانی، مجموعه این خوشه ها میتونن حالا ساختارهای بزرگتر کیهانی رو نشون بدن. این تصویر هم اگر نگاه بکنید باز آبی در واقع گاز ماده معمولیه که ما میشناسیم و این قرمزا و در واقع نارنجی ها و سفیدا ماده تاریک هستن و یه جورایی و یه حالا فیلمان یا بهش در واقع دیواره های گرانشی میگن و یه و این دیوارها به هم دیگه وصل میشن توی یه سری نودایی و یه مجموعه شبکه کیهانی رو درست میکنه. اینجا داره توی این تصویر اینجوری سوال اگه هست درست. معیار دیتکت این ماده تاریخ مثلا به این نحو چجوریه؟ با چه معیاری اینو دیتکت کردن؟ مثلا این مدل چیدن یا چیدمانش قرار داره؟ ببین اگه منظورت معیار در واقع مشاهدهش، خب مشاهده از طریق لنزینگ دیگه، یعنی خمیدگی نور میتونه بهترین مشاهده باشه برای اینکه ما ببینیم یه جرم خیلی سنگین اونجا وجود داره و آره، ولی این شبیه سازیه، این الان در واقع واقعیت نیست. شبیه سازی منظورم بود که مثلا واسه شبیه سازی چه المانی به کار میبرن که بتونن ماده تاریک هم اونجا آره شبیه سازی کنن؟ گرانش دیگه، فقط گرانش. اتفاقا ماده تاریک در واقع ساده ترین چیزی که ما میتونیم شبیه سازی کنیم، چون در واقع اثرات الکترومغناطیس رو نمیبینه. آها. نتیجه و فقط نیروی گرانش رو میبینه. درنج خیلی راحت میتونه مدل بشه. چون شناختی ندارم رو همین حساب اصلا جالب بودی این قسمتش. چون چی ندارن؟ شناختی ندارم نسبت به فیزیکش خیلی. آره. نه خوبه. خوبه سوال بپرسین، خیلی خوبه. بعد آره این تصویر، اینم بعد بگم که در واقع اینجا یه سری امواج ضربه‌ای یا شاک ویوز در واقع اینجا میتونیم مشاهده بکنیم تو این شبیه سازی و خب جالبه دیگه، اینکه در واقع ما توی سیستم کیهانیمون یا این شبکه کیهانیمون داریم انقدر سعی میکنیم دقیق بشیم که جزئیات الکترومغناطیس برهمکنش الکترومغناطیس بین ذرات باریونی رو هم بتونیم به خوبی مدل بکنیم و در واقع موضوع دقت بالایی که من راجعش صحبت کردم اول بس در واقع اینجا یه مثالشه که تو اگه بخوایم خیلی با دقت به داستان نگاه نکنیم کافیه که فقط ماده تاریک رو نگاه بکنیم اینجا و ماده باریونی چون درصدش کمتره مثلا 20% بذاریمش کنار، ولی وقتی ماده معمولی یا باریونی رو اضافه میکنیم اون وقت باید اثرات الکترومغناطیس رو هم نگاه بکنیم. این اثرات الکترومغناطیس خیلی نسبت به گرانش در واقع غالب نیستن، گرانش خب در واقع خیلی غالبه چون جرم اینجا حرف اصلی رو میزنه، ولی وقتی خیلی دقیق بخوایم بشیم وقت مهم میشن دیگه، مثل همین شاک ویوایی که اینجا داره نشون میده که چه در واقع تأثیری روی این فیلمان ها میتونن بذارن یا از فیلمان ها میتونن چه تأثیری بگیرن. و در نهایت ساختار کیهانی این شکلی تعریف میشن دیگه، یعنی ما به مجموعه های مقید گرانشی میگیم ساختار کیهانی و اینجا گرانش در واقع توی این داستان حرف اول رو میزنه. و خب حالا اگر همه چیز همگن و همسانگرد باشه ما نباید طبیعتاً ساختاری ببینیم، نهایتاً یه حرکت شعاعی میتونیم ببینیم که با همون پارامتر مقیاسی که گفتم مدل میشه. اون چیزی که باعث به وجود اومدن این ساختارها شده ما فکر میکنیم ناپایداری های گرانشی هستش. این ناپایداری یعنی حالا در واقع یه جور اختلالاتی که توی اختلالات ریزی که توی این همگنی و همسانگردی وجود داشته منجر در یک در واقع دوره تحولی منجر به این ساختارها شده. و خب طبیعتاً ما حالا من روبار رو در طول بحث میان در واقع چگالی میانگین در نظر گرفتم و طبیعتاً معادله انیشتین در واقع معادله نسبیت عام انیشتینه که باید ازش استفاده بکنیم برای اینکه این ناپایداری ها رو ببینیم و مدلشون بکنیم و تحولشون رو در نظر بگیریم. من این ناپایداری ها رو اینجا حالا به این شکل تصویر کردم برای اینکه بگم که حداقل تو مرتبه خطی ما میتونیم اینا رو تبدیل فوریه‌شون رو نگاه بکنیم و بیایم تبدیلشون کنیم به طول موج‌های مختلف و
مثلا اینجا یه طول موج خیلی بزرگ داریم میبینیم، طول موجهای ریز داریم میبینیم و طول موجهای مثلا متوسط داریم میبینیم. در اینجا ما میتونیم تصور بکنیم که جهان ما پر شده از این اختلالات، این ناپایداری ها. اینا هم یه جورایی میتونه، حالا بستگی به خودتون داره، میتونه مثلا ماده رو، تغییرات ماده رو مدل بکنه این طول موج، یا تغییرات پتانسیل گرانشی رو، چون این دوتا در واقع یه جورایی هم ارزه. یعنی ما میتونیم فکر کنیم که آره اینجا مثلا ماده کمه، دوباره ماده زیاد میشه، اینجا ماده مثلا زیاده، کمه، زیاده، و این در واقع طول موج یه جورایی داره این ایده رو میده که در واقع تو چه مقیاسهایی حالا ما داریم صحبت از اختلالات ماده میکنیم. وقتی این طول موج خیلی بزرگه، یعنی مقیاسهای خیلی بزرگ، یعنی مثلا این ور عالم تا اون ور عالم رو داریم نگاه میکنیم و میگیم آره از این ور عالم تا اون ور عالم مثلا توی یه بخشی که قابل توجهی ماده میانگینش کمه و دوباره میانگینش زیاد میشه. و خب وقتی طول موجای ریز رو نگاه میکنیم، نه مثلا میگیم آره مثلا اینجا کهکشانه، اونجا هیچی نیست، دوباره یه کهکشانه، مثلا این یه اختلال ماده است مثلا. این نه فکر کنم آقای انصاری فرد اینترنتشون قطع شد یا من اومدم ولی نمیدونم چی شد. خب بعد شیر اسکرین دوباره بکن، شما صفحتون رو نداریم. تا کجا صحبتم شنیدیم؟ تا این تیکه اختلالات کوچیک مقیاس رو هم گفتید. آره میتونیم تصور بکنیم که میتونیم تصور بکنیم که در جهان ما در واقع این اختلالات ماده وجود دارن و نکته ای که مهمه اینه که یعنی در واقع هممون تقریبا چه بچه های سیستم پیچیده و این کسی که فیزیک خوندن میدونن دیگه، این اختلالات گرانشی، یعنی شما اگر یک جایی فرض بکنید یه من یه سری تصویرم دارم که بذارید اینجا تصویر داریم. آره مثلا اگر در نظر بگیریم یه اختلال حالا با چگالی خیلی کم با یه طول موج مشخصی وجود داره، خب سیستم اگر رام بشه گرانش باعث میشه که مواد کنار هم جذب بشن و جاذبه گرانشی باعث میشه که چگالی اون ناحیه خب مرتبا بیشتر و بیشتر بشه و در عوض از جاهای دیگه چگالی کم میشه و به اون نقطه‌ای که یه اختلال گرانشی توش بوده چگالی اضافه میشه. در نتیجه خب همین ایده کافیه برای اینکه ما مدل اینشتین رو بخوام با فرض اینکه این اختلالات خب خیلی نزدیک به در واقع مقدار بک‌گراند یا میانگین هستن، یه مدل اینشتین رو به تقریب خطیش رو حل بکنیم و این برای این تی هم خب ماده است، میدونیم هممون، این هم که در واقع میدان گرانشی رو یه جورایی داره نشون میده جی، و خب حل بکنیم و اینو برای در واقع طول موجای مختلف یا مدهای فوریه مختلف اینو بنویسیم و ببینیم نتیجه چی میشه. و من تو تقریب خطی به عنوان در واقع مقدمه بحثم اینا رو آوردم که جلوتر به دردم میخوره. معادله میدان که در واقع مستقیم از همون معادله اینشتین به دست میاد، این فای پتانسیل گرانشیه که همه میشناسیمش، فقط باید حواسمون باشه که اینجا از طریق معادله اینشتین به دست اومده، یه ذره پیچیده تر از وقتی یکی از معادله نیوتن به دست میاد و متناسب میشه باز با ماده. این روبار قبلا گفتم میانگین ماده است و دلتا حالا اختلالات ماده است و حالا جاتر میگم که این دلتا با یه دلتای دیگه که معمولا میبینیم یه ذره فرق میکنه. کیدو یه جور همون لاپلاسیانه دیگه، یعنی حالا چون تو فوریه نوشته شده اگه یادمون باشه در واقع لاپلاسیان و مشتق مکانی تو فوریه تبدیل میشه به در واقع همون طول موجها یا در واقع مدهای نوسانی به تواند دو. و از همین معادل اینشتین شما معادل اویلر هم میتونید به دست بیارید که یه جورایی سرعتها رو مدل میکنه و همینطور معادله پیوستگی میشه به دست آورد که این دلتای کوچیک با دلتای بزرگ ربطش رو اینجا میبینیم.
دلتای کوچیک هم اختلال ماده است، فقط تفاوتش اینه که خیلی ناوردا نیست و گزینه خوبی برای مشاهده یا تکیه کردن بهش وجود گزینه خوبی برای تکیه کردن نیست، ولی این دلتای بزرگ ناوردا و خب ما این رو میتونیم به عنوان اختلالات ماده در نظر بگیریم. ولی به هر حال مدل پیوستگی اینجا برای معمولا دلتای کوچیک مینویسن. این قرمزا رو هم کشیدم برای اینکه بگم که این معادلات میتونن بسته باشن به شرط اینکه این اختلالات فشار رو، یعنی این دلتا پی رو هم ما براش این معادله داشته باشیم. خب معمولا معادله حالت و نمیدونم سرعت صوت و اینجور چیزاست که کمک میکنه برای اینکه شما اختلالات فشار رو هم براش بر حسب اختلالات چگالی رابطه داشته باشیم. پس ما در کنار اختلالات فشار یه رابطه برای اختلالات فشار و چگالی میخوایم اینجا اضافه میکنیم، اختلالات چگالی رو هم که داریم و این معادلات بسته میشن و وقت میشه حلشون کرد. و خب همین هم بله معادلات اویلری که مثلا اونجا آوردیم و سرعت حالا حرکت اون ذرات رو داره میگه مادر، یعنی اون رد شیفت یا بلو شیفت هم میتونیم توی طول موج خود فوریه دیگه تحلیلش کنیم. ببین اینجا ما داریم در واقع چهار بعدی نگاه میکنیم، فعلا صحبت از ردشیفت و اینها هم نمیکنیم، یعنی نیازی بهش نداریم. ما داریم چهار بعدی به داستان نگاه میکنیم، میگیم سه تا مختصه فضایی داریم، یه مختصه زمانی داریم و در واقع به عنوان یه ناظر بیرونی به این داستان میخوایم این داستان رو میخوایم مدل بکنیم و نگاه بکنیم. اون وقت اگر بخوایم ردشیفت رو به پای ردشیفت رو بیاریم وسط، یعنی چی؟ یعنی که آره ما یه سری مختصاتی که مثلا ما اینجا تعریف میکنیم برای ما قابل مشاهده نیستن. ما چی میبینیم؟ همون ردشیفتی که شما گفتی، یعنی ردشیفت چیه؟ وابستگی بین در واقع فضا و زمانه دیگه، یعنی نور یه زمانی رو طی میکنه محدود سرعتش، خب ردشیفت به خاطر در واقع اکسپنشن عالم یه ردشیفتی پیش میاد. آره مختصاتمونه که تبدیل بکنیم به این مختصات چهار بعدی در واقع غیر مشاهده، اون غیر مشاهده پذیر رو تبدیل بکنیم به مختصات مشاهده پذیر، ردشیفت هم خود به خود سرکلش ظاهر میشه. و اینجا نه، اینجا خیلی بحث ردشیفت ما فعلا نداریم. البته تو مشتقاتی که داریم و اینها معمولا سعی میکنن از همون ابتدا مشتقات رو طوری تعریف بکنن، این گرادیانایی که وجود داره و لاپلاسیانا بر اساس مثلا مختصات کوموینگ و اینا طوری تعریف بکنن که بعدا دوباره ارتباط دادنش با ردشیفت به عنوان مختصه راحت باشه. آها و آره بعد و اینا هم همه تو تقریب خطیه دیگه، یعنی ما فرض میکنیم که این اختلالات ماده یا اختلالات پتانسیل گرانشیمون حالا در واقع خیلی نسبت به مقدار یک، اختلالات ماده خیلی نسبت به یک در واقع کوچیکتر از یکه، در واقع این دلتا یه جوری اختلال ماده نسبت به بک‌گراند یا نسبت به میانگین رو این شکلی داره تعریف میشه، مثلا با یک معنی دار میشه دیگه، یعنی اگر یک خیلی بزرگتر باشه این نسبت به میانگین خیلی بزرگتر. و نکته دیگه این که آره همین، و خب این ناپایداری گرانشی رو حالا ما میتونیم در واقع با استفاده از این معادلات تحول کیهان رو بررسی بکنیم. اینجا این تصویر در واقع این دایره داره افق ما رو نشون میده، یعنی اگر فرض بکنیم ما در مرکز این دایره قرار گرفتیم و نور یک زمانی رو طی کرده و این افق در حال بزرگ شدن هست و خب میدونیم که کیهان پر از اختلالات ماده است، این اختلالات مدها و طول موجهای متفاوتی دارن و هر چقدر که این افق بزرگ بشه طول موجهای مختلفی داخلش میفتن دیگه. این طول موج خیلی بزرگ فعلا قابل رؤیت نیست، ولی اگر این شعاع افق به اندازه کافی بزرگ بشه، یعنی زمان به اندازه کافی بگذره، اون وقت ما میتونیم این طول موج بزرگ رو هم کم کم سنس بکنیم، درکش بکنیم و در نتیجه طول موجهای کوچیک خیلی زود وارد افق میشن، طول موجهای بزرگ خب زمان میبره تا وارد افق ما بشن. این افق چرا مهمه؟ چون که حالا جلوتر میگیم که اگر قرار باشه که ما رژیم غیر خطی رو نگاه بکنیم مجبوریم که معادلاتمون رو یه جورایی تصحیح بکنیم و خب وابسته به افق میشیم، باید حواسمون باشه که خیلی نزدیک افق نیاییم و همون داخل کیهان خودمون باقی بمونیم و نزدیک این افق حرکت نکنیم. و
حالا من تو وهله اول چون هنوز رژیم خطی هستم میتونم در واقع به بیرون افق یا هولوش افق رو نگاه بکنم، مشکلی ندارم چون نسبیت عام دارم کار میکنم، نسبیت عام تو همه این در واقع رژیم ها برقراره. و نکته دیگه اینه که اینم بگم، من این پتانسیل گرانشی رو اگر پیدا بکنم کیدوفای خب اختلالات ماده رو به من میده، اختلالات ماده همونیه که میتونیم مشاهده پذیر باشه و در نتیجه من اینجا فقط خیلی ساده فای رو مطرح میکنم دیگه، بقیه معادلات کاری ندارم، گرچه خب فای رو از حل همه این معادلات باید به دست بیاریم ولی من فقط راجع به فایش صحبت میکنم. میتونیم نشون بدیم که برای این طول موج های خیلی بزرگی که در واقع خارج از افق هستن، خارج از افق دید ما هستن، جهان کیهان ما هنوز شعاعشون اونقدر منبسط نشده که اونها رو واردش کنه، پتانسیل گرانشی یه همچین رابطه‌ای با طول موج داره، البته رابطه با زمان هم داره ولی من اینجا رابطه با زمانش رو وارد نکردم. فعلا اون در واقع رابطه با طول موجش برام مهمه. یک به روی کی به توان سه دومه. این سه دومه میتونه یادتون بمونه، حالا جلوتر میبینیم که چه استفاده ای ازش میکنیم. و پس طول موجای خیلی بزرگ فرافق پتانسیل گرانشیشون یه همچین شکلی مدل میشه، از اون معادلات در واقع نسبت عام به دست میاد در رژیم خطی. و طول موجهای خیلی کوچیک، میدید اینجا بازی شکل در واقع خط آبی یه طول موج به نسبت بزرگه که هنوز کاملا وارد افق نشده ولی در شروع در واقع ورود به افقه، و یه اون قرمزه یه طول موج خیلی کوچیکه که خب کاملا داخل جهان ماست، یعنی اختلالی که تو جهان ما دیده میشه. و وقتی که زمان رو سمت چپم من دو تا چیز نوشتم، در حضور فوتون ها و در غیاب فوتون ها. خب فوتون ها یعنی در واقع همون تابش الکترومغناطیس، به هر حال ماده ما با فوتون ها هم ماده هم. در واقع توی این مثال مثل الکترون مثل پروتون و با همدیگه برهم کنش دارن، فقط تفاوتش اینه که فوتون ها چون ویژگی الکترومغناطیس دارن که در واقع فشار و چگالی رو به گونه خاصی برای ما تعریف میکنه، منجر به این میشن که پتانسیل این شکلی در واقع پتانسیل گرانشی این شکلی تغییر بکنه، یعنی کی به توان 7/2. این یه ایده میده، ایدهش هم اینه که یه جورایی مودها هرچی کوچیکتر باشن سریعتر در واقع دمپ میکنن یا از بین میرن، و فوتون ها نباشن که اصلا با یه جورایی رشد میکنه، یعنی در واقع جاذبه گرانشی باعث میشه که اختلالات همدیگر رو جذب بکنن و بزرگ بشن، چگالی ها زیاد بشن. وقتی فوتون ها هستن نه، یه فشار منفی ایجاد میکنن و باعث میشن که جاذبه، بر جاذبه گرانشی این فشار منفی غلبه میکنه و باعث میشه که اختلالات از بین بره. و فقط نکته داستان اینه که هرچی اختلالات کوچیکتر باشن سریعتر از بین میرن، اون توان 7/2 این رو به ما میگه، هرچی اختلالات کوچیکتر باشن سریعتر از بین میرن. و این یعنی این که وقتی که افق ما به گذر زمان بزرگ میشه، اختلالات خیلی کوچیک تقریبا از بین میرن، محو میشن، و اختلالات به نسبت بزرگ که وارد افق شدن فرصت دارن که رشد بکنن، چون با گذر زمان فوتون ها در واقع جدا میشن از این پلازمایی که ما داریم. و حالا من یه بار دیگه باز این شکل رو نشون بدم، آره با گذر زمان اون آبی رو اگر نگاه بکنید رشد میکنه ولی قرمز که یه اختلال کوچیکه از بین میره. باز اینم یه ایده رو به ما، این ایده رو میده که در زمانهای خیلی در واقع قدیم خب طبیعتاً اختلالات کوچیک وارد در افق ما بودن دیگه، و زمان با گذر زمان از بین رفتن و یا در حال از بین رفتن، و اختلالات خیلی بزرگ هم که هنوز وارد افق ما نشدن. پس یه سری اختلالات میانن که نه اونقدر بزرگن که هنوز وارد افق نشده باشن، نه اونقدر کوچیکن که زود اومده باشن و از بین رفته باشن، و این اختلالات میانه و متوسطن که در واقع فرصت پیدا کردن که ساختارها رو به وجود بیارن. و خب من دوره چیز کنم، اگه سوالی هست بپرسین، اگه نه من برم یه ذره جورتر.
من یه سوال کوچیک از همین اسلاید آخرتون بپرسم. توی دنیای متأخر اگه بخوایم از این اختلال‌های کوچیک حرف بزنیم که میگید دمپ شدن، آیا میتونیم توی رژیم خطی حرف بزنیم یا هر چیزی داریم توی دنیای متأخر اطرافمون میبینیم غیر خطیه توی اسکیل کوچیک؟ خب طبیعتاً هر چیزی که توی اسکیل کوچیک توی اطرافمون میبینیم غیر خطیه. خب اگر منظورمون باشه که از گذشته اصلا نمونده، از بین رفته، خب این در واقع ما این تو اسکیلای کوچیکی که الان میبینیم که چگالیای بالا داریم میبینیم، اینا ناشی از در واقع مدهای وسط هستن، مدهای به نسبت بزرگ، نه خیلی بزرگ ولی مدهای به نسبت بزرگی که در زمان مناسبی وارد افق ما شدن که در اون زمان دیگه فوتون‌ها این قدرت رو نداشتن که اونها رو از بین ببرن. و اختلالات خیلی کوچیک نه، در زمان غیر مناسب وارد افق ما بودن و از بین رفتن، و به این معنی نه، چیزای کوچیکی چیزا در واقع چگال، ساختارهای چگالی که اطراف خودمون میبینیم با طولهای کم، اینها قاعدتا ناشی از همون مدهای به نسبت در واقع بزرگ هستن، نه خیلی بزرگ ولی به نسبت بزرگ. پس مثلا مدهای کوچیکی که در دنیای اولیه مثلا روی سی ام بی میبینیم الان مستقیم ازشون دیگه هیچ تأثیری نمیبینیم؟ سی ام بی خب البته خیلی دیگه قدیم نیست، مثلا حالا در گذشته منظورم اینو نمیدونم الان چقدر دقیق بتونم این حرفو بزنم، چون فکر کنم بعد یه محاسبه بکنیم راجع به این در واقع طول این مد و این زمان در واقع گذاردن. من الان نمیتونم بگم که دقیقا مدهای کوچیک یعنی چقدر توی سی ام بی، چون سی ام بی خطیه تقریبا تمام مدهاش و نمیتونم دقیقا بگم چه اسکیلی، ولی آره اسکیل های خیلی کوچیک سی ام بی طبیعتا آخه این نکته یه هم هست، سی ام بی آخر در واقع داستانه دیگه، لست اسکترینگ سرفیسه و اونجا جاییه که دیگه فوتون ها جدا شدن. خب به این معنی اتفاقا شاید ما بتونیم بگیم که نه، سی ام بی داره اصلا اختلالاتی رو میده که اون اختلالات به مرور اومدن، یعنی داره همون اختلالات میانه رو به ما میده و قبلترش یه پلازمایی بوده که فوتون ها هم بودن و یه جورای اختلالات رو از بین بردن، اختلالات کوچیکتر رو، شاید حتی بتونیم اینجوری بگیم. ممنونم. یه سوالی نیست؟ خب و من قبل از اینکه وارد رژیم غیر خطی بشم دوست دارم یه بار یه آنونس از برآوردگرهای کیهانی همینجا بدم که ببینید اون دلتایی که من راجبش صحبت کردم توی این معادله، گفتم ناوردهای در واقع ماده هستن، ما اگر بخوایم در واقع اینها رو تو آسمون حالا مشاهده بکنیم، خب یه در واقع میتونیم میانگین بگیریم، میتونیم واریانس بگیریم و اون واریانس اختلالات ماده رو در جهان اطراف خودمون نگاه بکنیم، اسمش رو مثلا بذاریم پی دلتا و رسمش بکنیم. این کی و این کی به توان منفی 3 رو دیگه شما الان میتونید با توجه به عددی که من دادم حساب بکنید. چرا؟ چون در واقع اگر یادتون باشه گفتیم اختلالات خیلی بزرگ یک به روی کی به توان 3/2 و همینطور من گفتم که دلتا با کی دو فای رابطه داره از معادله در واقع پواسون و در نتیجه فای 1 به روی کی به توان 3/2 این هم یک کی دو داره، پس میشه در واقع کی در واقع 2 1.5 و اون یکه در میاد. البته شاید من می نوشتمش بهتر بود ولی آره منفی در واقع فای منفی کی به توان 3/2 یعنی میشه در واقع کی به توان منفی 3/2 یک کی دو هم باید ضربش بکنید تا این دلتا در بیاد، وقت دو تا دلتا رو باید ضرب هم بکنید که دقیقاً برای طول موج های برای اختلالات خیلی بزرگ یعنی این سمت نمودار این پی متناسب با کی میشه برای اختلالات خیلی بزرگ و به سمت صفر که میره و برای اختلالات خیلی کوچیک به توان منفی 3 میشه. چرا؟ چون اون وقت شما باید این رو نگاه بکنید 7k
کی به توان 7/2 یعنی منفی 7/2 رو نگاه بکنید، باز همینطور یک کی 2 ضربش میکنید به توان 2 میرسونید که به توان منفی 3 به دست میاد. که البته خب این در واقع اوورالیه، یعنی یه جورایی بسیار تقریبی داریم اینو میگیم دیگه، حالا دقیقش یه رابطه دقیق میتونه داشته باشه حالا میشه. و ما میتونیم اینو حالا مشاهده بکنیم دیگه، یعنی این پی رو میتونیم مشاهده بکنیم توی آسمون این شکل رو. و نکتهش اینه که در واقع با استفاده از یه سری برآوردگرها یا استیمیتورهایی که تعریف میکنیم میتونیم این پی رو مشاهده بکنیم، چون گفتم دیگه به های ارشدی هم گفتم این دلتا در واقع چهار بعدیه و این پی هم یه جورای چهار بعدی یا سه بعدی میشه، حالا من تابعیت زمانشو نذاشتم، سه بعدی میشه. البته به دلیل اینکه ما همسانگردی داریم نباید تابعی از جهت باشه، فقط تابعی از اندازه طول موج باید باشه. در نتیجه ما این اندازه طول موج رو میتونیم رفتش بدیم یه جورایی به اون اندازه هایی که توی آسمون داریم میبینیم که البته تابعی از زمان هستن. و خب حالا این برآوردگرها خودشون داستان دارن دیگه، یعنی برآوردگرهایی که ما درست میکنیم، من ارائه قبلی که داشتم یه بار توضیح دادم که واقعا چه ارورهایی میتونن داشته باشن اون برآوردگرهایی که ما تعریف میکنیم، مثل ارورهایی که رپ پیدا میکنن به شات نویز یا رپ پیدا میکنن به واریانس های مثلا ناشی از ابعاد اون سیستم. و حالا میخوام یه مقدار راجع به رژیم غیر خطی هم صحبت بکنم تو این زمان باقی مونده. من چقدر وقت دارم فکر کنم خیلی شاید وقت نداشته باشم. توی این زمان باقی مونده یه مقدارم راجع به رژیم غیر خطی صحبت بکنم که راجع به موضوع در واقع بحثم بود. من تا الان راجع به خطی صحبت کردم، یعنی گفتم این اختلالات باید کوچیک باشن، ولی وقتی اختلالات رشد میکنن با گذر زمان بزرگ میشن و ما ابعاد خودمون اطراف خودمون یه سری ساختارها میبینیم. و در نتیجه اگر بخوایم دقیق صحبت بکنیم باید رژیم غیر خطی رو حالا در نظر بگیریم. فقط معمولا یعنی در واقع کاری که میکنیم اینه که حواسمون باشه که کاملا داخل افق باشیم. چرا؟ چون که نمیخوایم معادلات میدانمون رو حتما نسبیت عامی استفاده بکنیم. یعنی اگر افق رو بخوایم نزدیک افق بشیم مجبوریم از نسبیت عام استفاده بکنیم و اصلا نیازی به غیر خطی هم نیست، چون نزدیک افق همونطور که دیدید اختلالات تقریبا خطی هست. پس ما داخل افق میمونیم که نگران نسبیت عام نباشیم. و دیگه اینکه یه چگالی تعداد ذرات در نظر میگیریم. چرا؟ چون سیستم خب غیر خطی شده، چگالی ها بال زیادن، ساختارها تیکه تیکه درست شدن، ما یه چگالی تعداد ذرات در نظر میگیریم، فضای فاز تعریف میکنیم برای اینکه بخوایم حالا این رژیم غیر خطی رو مدل بکنیم، یعنی جهان اطرافی که میبینیم رو بتونیم به خوبی مدل بکنیم. یه نکته دیگه هم راجع به این حد و حدودش بگم، این که اگر ما در واقع یه رابطه از طول و جرم داشته باشیم توی این محدوده سبز یه جورای سیف امنه و ما میتونیم نیوتونی کار بکنیم تقریبا. و البته الان دیگه انیشتینیش هم دارن کار میکنن، سعی میکنن پیشنهاد بدن، ولی باز خیلی دردسر نداره، یعنی خیلی مهم هم نیست واقعا نیوتونی هم باشیم اوکیه. مثلا اینجا ببینید خورشید رو من اینجا در نظر گرفتم، حالا با یه طول شعاع مشخص و جرم مشخص، مثلا یه سیاه چاله، حالا مقیاس هم لگاریتمی هستن تقریبا، این یه سیاه چاله با یه جرم زیاد و با یه شعاع حالا به نسبت نه به نسبت جرمش زیاد ولی یه شعاعی هم داره. سیاه چاله چیزیه که ما نمیتونیم در واقع در اطرافش نیوتونی کار بکنیم، خب مجبوریم نسبیت عام بنویسیم. ولی خب سیاه چاله یه جوره خودش به تنهایی یه ساختار کیهانی برای ما حساب نمیشه. مجموعه از آمار سیاه چاله چرا، ولی خود سیاه چاله به تنهایی یک در واقع ساختار کیهانی نیست. ولی مثلا خوشه کهکشانی با این جرم و با این جرم و این طول میتونیم باش نیوتونی کار بکنیم و یه ساختار کیهانی هم هست، مجموعه از کهکشان هاست. همینطور کهکشان ها هم مثلا اینجا قرار میگیرن با یه جرم و طول دیگه. و این هم یه جورایی داره افق رو نشون میده، همون افقی که
دیگه وقتی نزدیک افق میشیم خیلی دیگه مهم نیستش که جی ام چیه و باید حواسمون باشه که وقتی نزدیک افق هستیم باید دیگه نسبیت عام بنویسیم و انبساط کیهان رو در نظر بگیریم و بریم جلو. البته اینجا هم انبساط رو در نظر میگیریم ولی نیوتونی. دیگه آها، و خب با توجه به این در واقع محدوده‌ای که من تعریف کردم که حالا ما میتونیم نسبیت عام رو به کنار بذاریم، نیوتونی به داستان نگاه بکنیم، یه دونه چگالی F، چگالی در واقع ذرات سیستم رو توی فضای فاز تعریف بکنیم و اون وقت بیایم یه معادله بولتزمن غیر برخوردی بنویسیم. حالا معادله ولاسوف بهش میگن. بچه‌ای که حالا سیستم رو پیچیده کار کردن دیگه اینجا فکر کنم بلدن و میدونن بعد چیکار بکنن. و این ترم صفرش در واقع برخورد رو یه جورایی میتونه نشون بده. ما چون برخورد نداریم صفر میذاریم و اینم منطقیه که صفر بذاریم، چون توی این ابعاد کیهانی میشه نشون داد که طول پویش آزاد سیستم و طولهای مثلا برخوردی که میشه تعریف کرد اینقدر از مرتبه هایی هستن که میتونیم کامل سیستم غیر برخوردی در نظر بگیریم. مثلا مدت زمانی که یک کهکشان از این ور خوشه به اون ور خوشه میخواد بره انقدر زیاد هستش که عملا ما میتونیم بگیم اون سیستم غیر برخورده. و این فای همون پتانسیل گرانشی که راجعش صحبت کردم توی این معادله در واقع توی مشتق این اف چگالی ذرات ظاهر میشه. و دیگه این که ما مستقیم با خود اف هم کار نمی کنیم دیگه، میایم با مامانهای اون اف کار میکنیم. معادله پواسون رو همچنان داریم ولی اینجا خب نیوتونیشو داریم. احتمالاً میتونیم بگیم خب بیایم معادله پواسون رو انیشتینی بذاریم. میشه آره این کارم کرد. و مامانهای این اف رو بیایم در نظر بگیریم. مثلا از اف اگر انتگرال بگیریم رو فضای فاز به ما چگالی رو میده که همون معادله پیوستگی یه جورایی. و بیایم مثلا از توابعی از اف انتگرال بگیریم میتونیم مامان های دیگه شو در نظر بگیریم که همین معادله اویلر مثلا مامان دومش که یو یه جورایی سرعت شاره رو داره نشون میده. و البته بعد حواسمون باشه که اینجا هم مختصاتی که داریم تعریف میکنیم باز اکسپنشن در واقع اکسپند میشه، یعنی در واقع انبساط داره و توی این محاسباتمون این انبساط رو هم همیشه در نظر میگیریم. مثلا اگر از معادله مکانمون یا بردار مکانمون مشتق بگیریم خب یه ترم هابل یعنی مشتق A به A ظاهر میشه که باید تو محاسبات در نظرش بگیریم و همینطور برای گرادیان ها و لاپلاسیان ها هم این شکلی باید حواسمون باشه که اینو در نظر بگیریم. و این معادلات رو در واقع حل این معادلات حالا میشه داستان تحول کیهان در رژیم غیرخطی ضعیف. البته من اینجا ضعیفش رو یادم رفت بنویسم و فکر میکنم تا همینجا فعلا کافی باشه. اگه سوالی هست باز بپرسین. دست شما درد نکنه. رژیم غیر خطی ضعیف و قوی که دارید جدا میکنید یه توضیح میدید فرقشون چیه و چیان؟ حالا دقیقا ببین من فکر کنم یعنی تو ذهنیتم این بود که اینو بذارم برای اگر نیاز بود بحث بعدی باشه یا علاقه بود برای اینکه بحث بعدی باشه اونجا بگم، ولی همین الان میتونم توضیح بدم که ببینید وقتی ما غیر خطی ضعیف میگیم یا غیر خطی در واقع حالا منظورم از غیر خطی ضعیف اینه که این معادلات رو که میخوایم حل بکنیم اون وقت اینها رو هم میتونیم با تقریب حل بکنیم. خب یعنی اینکه مثلا اینجا که استیمیتور ما تعریف کردیم از این دلتاها و حالا اینجا تابعی از زمانش هم اون وقت ظاهر میشه، اون وقت میخواییم این استیمیتور رو حل بکنیم یا خود این دلتا رو بخواییم معادله تحولش رو در نظر بگیریم اگر غیر خطی ضعیف باشه اون وقت باز میتونیم همین معادلاتی که اینجا داریم رو هم پرتر بشو در نظر بگیریم و ببریم جلو. و یا اینکه نه دیگه بگیم که نه ما دیگه پرترپ نمی کنیم، مثلا هیلو مدل می نویسیم اونجا چه می دونم یه سری کار رو انجام می دیم. یا اینکه نه اصلا هیچ کدوم اینا رو در نظر نمی گیریم، می آییم نیومریکال حل می کنیم، کامل غیر خطی حلش می کنیم. ولی خب داستان اینه که غیر خطی کامل رو ما روش تحلیلی دراش تقریبا میشه گفت نداریم الان، روش تحلیلی ویل دیفاینه که
و معمولا با شبیه سازی انجام میدن دیگه، خیلی خیلی فول غیر خطی رو و یه سری حالا توابع و یه سری چیز ازش در میارن. ولی اگر بخوایم تحلیلی کار رو جلو ببریم، باز مجبوریم یه سری جاها تبدیلش بکنیم به مثلا به، یعنی اون کاری که توی میدانهای دیگه هم انجام میدیم دیگه، مثل میدان الکترومغناطیس یا میدانهای هستی هم انجام میدیم، که میایم مثلا مرتبه های مختلف یک میدان رو نگاه میکنیم، برهم کنش هاشو تو مرتبه های مختلف میبینیم، مثلا مرتبه چه میدونم خطی، مرتبه درختی و همینجور مرتبه های بعدی که میره جلو. و غیر خطی ضعیف منظور اینه، نمیدونم حالا متوجه شدی از توضیح هم یا نه. ممنونم. من آره من دوست دارم اینجا تموم بکنم و دوست دارم اگه بچه ها سوالی دارن بپرسن، حالا نمیدونم بچه ها چقدر حالا دارن چرت میزنن یا گوش میدن، ولی اگر سوالی هست بپرسن. ادامه این بحث که فکر میکنم در واقع این مقدمه برای اون ادامه، اگر علاقه مندی باشه یا اگر در واقع بخواید ادامه شو میتونم وقت در واقع وارد بحث غیر خطی ضعیف بشن و حل اون معادله مثلا ولاسوف و در واقع پرتوربیشن تئوری. اما اینهایی که اینجا گفتم خب مقدمات لازم و ضروری اون بحث میشه دیگه، ادامهش میشه. بسیار عالی. دوستان کسی سوالی نداره از آقای انصاری فرد؟ خب گویا نیست. دست شما درد نکنه. خیلی ممنون. آقای جلالی هستش؟